دوستان عزیز، خیلی زود هست، روز شنبه است. اینجا روز شما بخیر. مرسی که اومدین، ملحق شدین. من فهمیدم آنلاین هستم. میدونم که برای اونهایی که توی امریکا هستید خیلی زوده و روز تعطیله، صبح خیلی زوده، حدود ساعت 6 صبح هستش و ممکنه خیلیاتون نباشید. اونهایی که از ایران هستید میدونم که بعد از ظهرتونه، روز شنبه است، روز اول کاریتونه و شاید هنوز سر کار باشید و نیستین. اونهایی که توی بخش دیگه از دنیا هستید مثل استرالیا، میدونم صبح خیلی زودتونه، نصف شبتونه و نیستین. با توجه به همه اینها، من به دلیل اینکه امروز باید برم کلاس و درس میدم، برای همین متاسفانه نیستم و اینکه دیرتر باشم و خواستم به تعهدم باشم و روی تعهدم باشم و حتما امروز رو داشته باشم. امروز نهمین روز هست از دوره 10 روزمون و فقط یک روز دیگه مونده فردا که همون ساعت 9 انجام میدیمش. من ضبط رو روشن کردم، مطمئن شدم که روشنه، مثل دیروز نشه. درود به تک تکتون، عاشقتونم، مرسی که هستین از هر جای دنیایی که هستید و الان دارین همراهی میکنید. دوستانی که از ایران میان هر روز مینویسن که خیلی قطع و وصل میشن و میرن و بر میگردن. من ارزشمنده برام این تلاشی که میکنید برای اینکه باشین و حضور داشته باشید و ادامه بدیم و خود این باعث میشه که من انگیزه بیشتر پیدا کنم برای اینکه ادامه بدم و دوستان من هم همینطور انگیزه بیشتر پیدا کنم برای اینکه چه این برنامه هایی رو تنظیم و تدوین کنم و سپورت کنم. برها خیلی خوشحالم از اینکه کنار هم هستیم، خوشحالم از اینکه این تعهد داره کامل میشه و من دارم به اون تمامیت خودم میرسم. متاسفم از اینکه خیلی کم مونده برای اینکه به دیدارهای روزانمون و مرسی از پیام های بسیار محبت آمیزی که میفرستید، خیلی ارزشمنده برام. اگر این دوره تونسته باشه هر روز اقلا به یک نفر کمک کرده باشه، من فکر میکنم که ارزش این رو داشته که این زمان رو بذاریم. این دوره 10 روزه، اگر که امروز اولین روزی است که با ما هستید، خواهش میکنم درود به شما، عاشقتونم، جان منید، معلومه حتما وقت میذارم، معلومه. اگر که روز اول است که با ما هستید، میتونید از امروز داشته باشید، بعد که تمام شد برید از روز اول نگاه کنید و انجام بدین. میتونید برید از الان، از روز اول شروع کنید. ما از روز اول سعی کردیم این دوره رو دونه دونه آجرها رو بچینیم تا به اون ساختمون چیزی که میخوایم برسیم و اون رو تشکیل بدیم و شکل بدیم و فرم بدیم. اما کاری که میکنیم توی این دوره این هست که به سلامت جسم و روان و ذهن و بدنمون و روحمون و همه چی میخوایم برسیم به طرق مختلف با تکنیک های مختلف. من یه مرور کلی میکنم مثل عادت هر روز و بعد کانتکست روز رو بهتون میگم و تاکید میکنم که اینها از چند روز دیگه روی پادکستم خواهد بود و همونطوری که خودتون پیشنهاد دادید شاید که بتونیم روی تلگرام هم بذاریم، ولی میشنویمتون، میدونیم که سخته برای بعضیا بخوان حدود یک ساعت یک صحبت رو گوش بکنید و اینترنت ممکنه همیاری نکنه، ولی نگران نباشید، تا جایی که هستید ادامه بدید. بعد از این روی پادکست و تلگرام هم انشاءالله میاد و میتونید ببینید. اما بریم سراغ کارام. هر روز قرار هست 1 تا 3 صفحه ژورنالینگ داشته باشیم، بنویسیم. در مورد چی؟ در مورد همه چیز، در مورد هر چیزی که به ذهنمون میاد، هر رفتاری که داریم، هر فکری یا حسی که داریم یا هر چیزی رو تو بدنمون داریم احساس میکنیم. آخر هر نوشتن قرار هست که شکرگزاری هم داشته باشید و اقلن 3 تا 5 مورد رو بنویسید که نسبت بهش سپاسگزارید و این باعث میشه که برانگیختگی مغز ما آروم بشه و بخشایی که در مغز ما هست برای اینکه ما رو میبره روی فضای مقاومت و سروایوال مود، بقا،
اون رو بتونه آروم کنه، چون مغزمون آروم میشه و از فضای فایت و فلایت و فریز میایم بیرون و در آرامش هستیم. دو تا از این نوشته ها حداقل قرار هست نسبت به خودتون باشه، از خودتون سپاسگزاری کنید به خاطر اون کسی که هستید، کاری که دارین میکنید، تأثیری که دارین میذارید، از اندام های بدنتون به خاطر اینکه دارن کارکرد خودشون رو به خوبی انجام میدن، و از اون مدلی که هستید در جهان هستی، قرار هست که از خودتون سپاسگزاری کنید، قدردان خودتون باشید. این اولین قدم هست که ما به دوست داشتن خودمون برسیم. وقتی ما از خودمون قدردانی میکنیم، قادر هستیم خودمون ببینیم، علاوه بر اون تأثیراتی که رو مغزمون داره، قادر هستیم خودمون رو ببینیم، از اونجا میتونیم به بخشش خودمون برسیم، از بخشش خودمون میتونیم به بخشش دیگران برسیم، از بخشش دیگران میتونیم به عشق و درک دیگران برسیم، شفقت داشته باشیم برای اونها، و از همه اینها میتونیم به عشق و هستی برسیم. پس میبینیم که مرحله به مرحله ما داریم اینها رو روی هم بیلد آپ میکنیم، میذاریم، میسازیم آجرها رو تا اون ساختمونی که میخوایم ساخته بشه. در نتیجه این قسمت قدردانی از خودتون رو لطفاً جدی بگیرید، اهمیت داره خیلی زیاد. همونطوری که گفتم پایه اولیه است برای اینکه بتونیم عشق به خودمون و به جهان هستی رو زندگی کنیم و در آرامش و صلح بیشتری با خودمون هم باشیم. کار دیگه ای که توی این دوره انجام میدیم مدیتیشن هست، که پیشنهاد کردم مدیتیشن 20 دقیقه‌ای رو از روی پیج مؤسسه جوی بردارین یا همونجا گوش کنید و اون رو هر روز تکرار بکنید. کمکتون میکنه یک منطقه امنی رو درون خودتون درست بکنید، ایجاد بکنید، که هر زمانی فشارها زیاد هست یا استرس دارید یا حمله استرابی دارید یا حتی استراب دارید، هر مسئله هست، میتونید برین توی اون فضا خودتون رو آروم کنید و با آرامش بیشتر و حضور بیشتر تصمیم گیری بکنید. علاوه بر اون، تنفس‌های شکمی رو پیشنهاد دادم بهتون که هر روز داشته باشید. چندی مدل تنفس رو بهتون پیشنهاد کردم، گفتیم تنفس شکمی به مغز ما کمک میکنه تا اعصاب پاراسیمپاتیک ما رو آروم کنه و ما ریلکس تر بشیم، آروم تر بشیم، و گفتیم دکمه ای در درون ما هست به نام دکمه ی ریلکسیشن که به عبارتی توی شکم ما گذاشته شده. از مغز ما عصبی که بلندترین عصب هستش و دهمین عصب ماست میاد، از وسط مغز ما میاد، از توی ستون فقرات پایین توی ناحیه انتهایی به توسط اندام های داخلی ما احاطه میشه برای اینکه سلامت بمونه. و وقتی ما تنفس شکمی میکنیم، شکممون باز میشه. برای اینکه توضیح بیشتر در مورد تنفس شکمی رو داشته باشین، لطفا ویدیوهای قبلی رو هم ببینید. ولی به هر حال دیافراگمی هست، شکم پر میشه، حجم ریه باز میشه، شکم میاد جلو و با بازدم شکم به عقب میچسبه. در نتیجه اینجا وقتی که میچسبه، ببینید الان اگه دستتون رو شکمتون بذارید و امتحانش بکنید، وقتی شکمتون رو میچسبونید میبینید که این شکم میره عقب و انگار یه دکمه ای رو اینطوری شما خیلی آروم فشار میدید و این پیام رو از این عصب میرسونه به مغز و مغز پیام رو دریافت میکنه و ریلکس میشه. و قرار شد که این رو ما اقلا 5 دقیقه در روز انجام بدید و توصیه اینه که 3-5 دقیقه در روز انجام بدید. اگر استراب دارید، اگر ضربان قلبتون بالا میرید، هرچی هست، درخواستم ازتون اینه که با پزشکتون صحبت بکنید و باهاش در میون بذارید که اینطوریه. ولی این یکی از بهترین مدیتیشن هست که میتونید انجام بدین. توی لایو دیروز یکی از عزیزان پرسید باعث کوچیک شدن شکمم میشه؟ گفتم که بله قطعا میشه و لطفا به این دلیل هم شده این کار بکنید، چون به هر حال ریلکستون میکنه. چند مدل تنفس شکمی رو تا به حال بهتون معرفی کردم، روی همین ها بمونید. ضمناً بهتون ارجاع دادم که به لایوی که در مورد تنفس ها هست مراجعه کنید، که 10 تا تنفس شکمی رو توضیح دادم، توش آموزش دادم به طور خاص، و اون لایو هم با مؤسسه رسانه پارسی انجام شده و شکل گرفته. این دوره هم همینطور. در مورد غذا و بدنمون، قرار شد به بدنمون به عنوان یک معبد نگاه کنیم، به عنوان یک جای مهم نگاه کنیم، به عنوان یک
یک چیزی که ما از زمان تولد تا مرگمون همراهمون هست بهش نگاه کنیم و توجه ویژه‌ای رو بهش بدیم و گفتیم که هر چیزی رو ما وارد این بدن نمی کنیم، بهش خیلی توجه می کنیم و عشق می دیم اما و تمیزش می کنیم. اما همزمان گفتم چون من متخصص تغذیه نیستم و با متخصص تغذیه تو مشورت کنید چه رژیمی رو بگیرید برای این 10 روز که میتونه از خامخاری و گیاهخواری باشه تا هر چیز دیگری، گفتم با پزشکتون مشورت کنید. اما پیشنهادی که بهتون دادم اینه که یه سری چیزها رو حذف کنید، مثلا کافئین، الکل، تئین، اینها رو حذف بکنید، یا شکرهای مصنوعی و غذای پروسس شده رو، فراوری شده و کن رو حذف بکنید اگه امکانش رو دارین، اگه ندارین هم که خب هیچی، اینها رو حذف بکنید و بتونید توی سلامت بیشتر باشین. و پیشنهادی که دادم این بود که حداقل یک چیز رو اضافه یا یک چیز رو کم کنید از تغذیه این 10 روزتون که بتونید با حضور بیشتر باشین. مثلا وقتی شب شد میگه امروز اینی که قرار بود بخورم و نخوردم، یا وقتی در اون چیزی که قرار نخورین و میخورین حواستون هست که خب این کار رو نکنید. برای همین توجهتون رو میاره که خود این برای ما خیلی خوبه. ضمناً هر روز یک کانتکستی رو معرفی کردم بهتون، گفتیم کانتکست فضایی هست که مهیا میکنیم برای اینکه توی اون فضا همه کارها انجام بشه. مثلا اگر قراره تو فضای مثلا یکی از چالش‌های ما پذیرش بود، اگر یا کنجکاوی و تحقیق بود یا راستی بود، اگر تو این فضای راستی قرار هست که باشم، اگر تو محل کارم هستم با راستی دارم زندگی میکنم، اگر با دوستانم هستم تو فضای راستی هستم، اگر با خانواده هستم تو فضای راستی هستم، اگر دارم تفریح میکنم تو فضای راستی هستم، اگر تو خدمات و مسئولیت های اجتماعی هستم تو فضای راستی هستم، یعنی هر جایی که هستم این فضای راستی رو دارم رعایت میکنم. در واقع بستری هست که فراهم میکنیم برای اینکه توی اون بستر همه اتفاقها بیفته و همه اون چیزایی که داره اتفاق میفته بر مبنای اون هست. هر روز تقریبا یا چند بار فرم هایی رو بهتون معرفی کردم، تاکید کردم که ما اینجا تراپی نداریم. اینجا من از ابزاری که در CBT یا Cognitive Behavioral Therapy استفاده میشه بهتون معرفی میکنم برای اینکه راحت تر بتونید از این ابزار استفاده کنید و به خودتون کمک بکنید. اما تراپی نیستش، درمان نیستش، اینجا مثل کوچینگه، مثل سمیناره. اگر انجامش بدین میتونه هر جلسه، چون یه چیزی رو معرفی میکنم، میتونه برای شما خیلی سازنده باشه، انگار یه جلسه کوچینگ گرفتین، یه جلسه حالا هم کوچینگ گرفت. اما خبر خوبم که براتون دارم اینه که 2-3 تا فرمایی که معرفی کردم همشون رو بچه ها روی پیج گذاشتن توی فرمت PDF، میتونید اونا رو برای استفاده که خودتون دارین یا اگه کوچ هستین میخواین استفاده کنین یا استفاده شخصیتون، میتونین از روش پرینت بگیرین و استفادهش بکنین. آدرس وبسایتم که توی کپشن هستش، میتونین بریم و بردارین. یعنی دیگه فقط اون یه دونه اولیه نیست، 2-3 تا بعدی رو هم بچه‌ها آماده کردم و زحمت کشیدن گذاشتن. با همه این توضیحاتی که دارم، روز آخر داره میشه، من انگار وصیت نصیحتام داره بیشتر میشه. اما امروز یک صحبتی رو میخوام براتون داشته باشم و کانتکسی رو بهتون معرفی کنم که میتونه کانتکس سنگینی هم براتون باشه. دیروز گفتم از کلمات لطیف استفاده کنید و خودم الان این کار رو نکردم، پس توضیحش میدم. میتونه کانتکسی باشه که شما توجه بیشتر قرار روش داشته باشین یا توجه خاص‌تر روش داشته باشین. الان کم لطافتش بیشتر شد، کمی سنگین رو حذف میکنم. حالا چرا؟ اسم این کانتکس یا اسم کاری که امروز میخواییم بکنیم و بستری که میخواییم فراهم کنیم تمامیت هست یا integrity. تمامیت به این معناست که اون چیزی رو که فکر میکنم در موردش حرف میزنم بهش عمل کنم. اون چیزی که فکر میکنم، حرف میزنم، عمل کنم. این سه تا با هم هماهنگ میشه. به عبارت دیگه دنیای درون و بیرون من میتونه بر هم منطبق بشه. اگه چیزی که فکر میکنم یه چیز دیگه بگم، در تمامیت نیستم. اگر چیزی که میگم، فکر میکنم، حرف میزنم ولی بر مبناش عمل نکنم، باز در تمامیت نیستم.
و این تو تمام بخش‌های مختلف زندگی ما تأثیرگذار هستش. مثلا من وارد بزنی از مثالای ساده شروع کنم بعد برم تو مثالای پیچیده. ممکنه بگم من میخوام مثلا به سلامت بدنم بیشتر توجه کنم. خب فکرشو کردم که سلامتی لازمه بر بدنم، حرفشو زدم که میخوام سلامتی ایجاد بکنم، حالا قرار برم پیاده روی کنم روزانه و این قرار رو گذاشتم، ولی هر روز میخوام برم که ولش کنم فردا و یا بهونه براش میارم. حالا ممکنه بگین هوا آلوده است نمیتونیم بریم. خب میفهمم کاملا. ممکنه شما بگین خب چون هوا آلوده است نمیتونم برم، مثلا توی خونه یوگا انجام میدم، یا نه میخوام مثلا توی تغذیه‌ام این تغییر رو ایجاد کنم، یا اصلا میخوام روزی یه دونه مدیتیشن کنم. اون چیزی که گفتم و حرف زدم و عمل میکنم، یعنی اگه میکنم که اینا همه با همدیگه میشه تمامیت من. اگه عمل نمیکنم، یعنی در عملم اینجا میلنگم، یه روز حوصله ندارم، یه روز وقت ندارم، یه روز میگم ولش کن یه کار دیگه دارم، یه روز میگم به جاش یه کار دیگه میکنم، اینطوری میکنم، یعنی عمل ندارم، فکر میکنم، حرف میزنم ولی عمل ندارم، پس در تمامیت نیستم، دو بخش میشم، دو پاره میشم. و این برای من همیشه یک کار نصف کاره، یک فکر نصف کاره داره. دیدین بادکنک ها رو وقتی که باد میکنید میذارین، صبح ها میشید میبینید که کوچیک شده. خاطرم رو براتون میگم چون پامزه است. خب میبینید که کوچیک شده به خاطر اینکه یه سوراخ خیلی ریز ظریفی روش هست که اصلا دیده نمیشه و همون موقع هم برای یکی دو ساعت شد اصلا نشون نده تو اون حجمی که ما بادکنک رو باد میکنیم، ولی وقتی که چند ساعت میگذره میبینیم که این کوچیک شده و یه سوراخ خیلی ریزی روش داشته که ما متوجهش نشدیم. و این هموناییه که تو ذهن ما میتونه باشه، تو زندگی ما میتونه باشه و انرژیامون داره از بین میره، خستگی‌های مفرط داریم، همیشه فکر داریم، نگرانی داریم، ذهنمون پر تکرار وقایع رو داریم یا نشخوار ذهنی داریم و همه اینها موجب میشه که متاسفانه ما اون بادکنک تواناییمون ذهنمون هی کوچیک‌تر بشه و نتونیم اونجایی که میخوایم باشیم. و یکی از دلایلش اینه که در تمامیت نیستیم. یکی از اینا میتونه مثلا یه مثال دیگه ترس باشه، ولی بذارین قبل از این که برم به بادکنک اشاره کنم. تولد دختران بود و من اومدم سورپرایزشون کنم. بعد از این که شب خوابیدن یه عالمه بادکنک گرفته بودم و همه رو باد کرده بودم و توی خونه گذاشته بودم، همه جا پر بادکنک بود. گفتم الان صبح پا میشن میبینن یه خونه پر بادکنک دارم و چقدر خوشحال میشن، سورپرایز میشن. صبح که پا شدیم دیدیم همه این بادکنک ها جنسش خوب نبوده و کوچیک شدن و مجبور شدیم جز خونه تمیز کنیم و همه این بادکنک ها یه اینجوری نصف نیمن رو جمع کنیم. این از اون کارهایی که ما تو زندگیمون خیلی میکنیم، برای خیلی تو زندگی توی ذهن من مونده که تو زندگیمون چه بادکنک هایی دارم که به ظاهر بادشون کردم آماده استفاده است ولی به واقع کوچیک شدن و دیگه قابل استفاده نیستن یا اونطوری که هستن نیستن. این اونجایی که ما تمامیت نداریم. یه مثال دیگه میزنم برات. اونجایی که گفتم این کانتکست امروز میتونه برای ما یه خورده توجه بیشتری رو طلب بکنه این هستش. چون وقتی من یک ترسی دارم توی ذهنم که با ترسم مواجه نمیشم یا ازش فرار میکنم، زمانی که در تمامیت نیستم این ترسه هی میاد و خودش رو به من نشون میده. در تمامیت بودن یعنی با تمامیت وجود خودم، در تمام وجود خودم اون چیزایی که دارم میبینم و میپذیرم تا اونجایی که میبینمش. اگر داره همیشه برای من میاد، یعنی الان وقتشه که بهش نگاه کنم و ببینمش. برای همین هستش که ترسامون رو میتونیم ببینیم. اگه ترس از دست دادنه، اگه ترس از دستگیریه، اگه ترس از زندانه، اگر ترس از بیپولی، اگر ترس از بیکاریه، اینا میتونه بیاد بالا. لزوماً این اتفاقا میفته نه، ولی میتونه بیاد بالا و ببینیمش. در نتیجه که امروز یه هایی ترساتون زد بالا، در موردش بنویسید توی دفترتون. چون این ترس ها رو اگر ما مدیریتشون بکنیم، ببینیمش، میتونیم براش کاری بکنیم. الان خیلی کوتاه میگم چه کاری میتونیم بکنیم. البته توی ویدیو هست، متاسفانه همکارای من نتونستم پیدا کنن دقیقاً تو چه ویدیویی که براتون ریپوست کنیم. شاید در آینده پیدا شد بذاریمش.
این قول رو برای آینده اگر که پیدا شد براتون بذاریم داشته باشین، اعلام میکنیم مربوط به این دوره است، اما متاسفانه تا به حال نتونستیم پیدا کنیم. ترسای شما وقتی که میاد در موردش بنویسید، چون اگر شما نتونید اون ترس رو کنترل کنید، قطعا اون ترس میتونه شما رو کنترل بکنه. اگر که مثلا بگیم که ترس شما توسط یک تنابی شما رو در خودش بسته و نگه داشته، خب فکر کنید که این ترس شما داره مثل یک تناب شما رو میکشه دنبال خودش. این تناب دور گردن ماست، داره ما رو میکشه با خودش. تا ما نبینیمش اون داره ما رو میکشه. مثلا مثالی که از من شنیدین قبلا هم، خب دیروز شما توی جنگلین یه هایی صدای قرشی رو میشنوید و فکر میکنید که یه حیوانی الان به شما حمله میکنه، شروع میکنید به دویدن، ولی چون از فضای ترس داریم میدوین، نمیدونید کدوم جهت بدوین، برای همین ممکنه بریم به پرتگاه برسین. از جایگاه ترس اقدام کردن همیشه برای ما عدم هماهنگی و عدم همگونی رو میتونه بیاره. خب در نتیجه اگر ما ترسمون روی ما مدیریت کنه، ما رو میکشه دنبال خودش. حالا اگه ما ترسمون رو ببینیم، من میبینم که ترس من اینجاست، میبینم که ترس من اینه، حالا هر چیزی که اسمش رو میذارم، بیاییم بگیم این ترس منه، میبینم که ترس من اینه، حالا که میبینمش دیگه اون روی من قدرت نداره، من میتونم بیارمش بالا نگاش کنم، به خصوص زمانی که حضور در لحظه دارید، مدیتیشن کردین، در لحظه هستید، حالتون خوبه و میتونید در لحظه همه چیز رو ببینید، یعنی از جایگاه گذشتهتون نیست که دارید نگاه میکنید. میتونید این ترس رو حتی دعوت کنید بیاریم بالا، باهاش صحبت کنید و بعد اجازه بدیم بگین خیلی خوب مرسی، حالا برو و بذارینش پایین، آزادید. ولی زمانی که بهش چسبیدین، در واقع اون شما رو مدیریت میکنه، در حالی که اگر که دست شما باشه، یعنی شما روش کنترل داشته باشین، شما میتونید بیارینش بالا. همه ما ترسایی داریم، تا به حال چند تا راه رو هم بهتون پیشنهاد دادم که نگاش بکنید. بله، من ترس مثلا از بیپولی دارم. خب دارم. اگر ترس رو تشخیص ندم، حواسم بهش نباشه، هر لحظه نگرانم چی شد، اون چی شد، این چقدر شد، اون چیکار کرد، اونو چیکار کنم، اون پول چرا اینطوری شد، نکنه سال دیگه کم بیاد، میدونی نگرانی های من همینطور بزرگتر و بزرگتر میشه. اما اگر که اینو بشناسم، میتونم بیارم بگم خیلی خوب، این ترس منه، الان حال من بهتره، بیارم اینجا نگاش کنم، ترس من اینجوریه اینجوریه، الان من لازم هست توی موقعیت خطرناک باشم یا نه. دیروز بهتون یه جمله رو دادم، همین الان همین لحظه آیا من توی خطرم؟ نه، همین الان همین لحظه من در امنیتم، پس نیازی به این ندارم، میذارمش کنم. این که گفتم ما مرحله به مرحله داریم میچینیم، برای همین شما میتونید از کانتکست های روزهای قبل و توصیه های قبلی استفاده کنید برای روزهای بعدیتون. در تمامیت بودن میتونه به شما کمک کنه ترساتون رو ببینید و از این به بعد ترساتون به جای اینکه روی شما تأثیر داشته باشن، شما روی ترساتون مدیریت میکنید، یعنی شما انتخاب میکنید. تیک ناتان مثال خیلی خوبی میزنه در کتاب آشتی شفای کودک درون و میگه که وقتی شما توی خونه هستید، این ترس های شما، فکرهای شما، تجربه های گذشته شما، به خصوص تجربه هایی که از زمان کودکیمون داشتیم، همه انگار تو زیرزمین خونمون هست که ما بهش میگیم ناخودآگاه، و اون میاد بالا، میاد تو اتاق نشیمن که ما بهش میگیم آگاه، میاد در میزنه و ما چون میدونیم یه چیزه، یه تجربه دردناکی اون پشت هست، میاد در میزنه، ما صدامونو بلند میکنیم اونو نشنویم، دوباره در میزنه، من صدامو بلندتر میکنم، صدای تلویزیونو بلندتر میکنم، تلفن برمیدارم و کسی حرف میزنم، یه موزیک خیلی بلند میزنم چون نمیخوام اون صدا رو بشنوم. در واقع صداهایی که ناخودآگاه من داره رو نمیخوام بشنوم، بخشی از اون ترس منه که نمیخوام ببینمش و بشنومش. برای همین پشت در یه عالمه چیز میذارم که نشنوم اون صدای در زدن. اما اگر من در لحظه باشم، در حال حاضر حضور کامل دارم،
در حال حاضر درگیر و دار ترس و پشیمونی‌های گذشته، سرزنش‌های گذشته، نگرانی‌های آینده و نادیده‌ها و ناشناخته‌های آینده نیستم. الان در لحظه هستم. میتونم خودم دعوت کنم از ترسم از بیاد بالا تو اتاق نشیمن بشینه، در واقع از ناخودآگاه هم بیاد بالا. میگم خب ترس از بیپولی رو میارم بالا، توی بخش آگاه هم در موردش باهاش صحبت میکنم. وقتی شروع میکنم باهاش صحبت کردن، میبینمش، حرف میزنم و من مدیریتش میکنم و اون هم چون دیده شد، ترس من دیده شد، کوچیک‌تر میشه و کوچیک‌تر میشه و بعد میتونم دوباره بهش بگم خب برو الان بقیه زندگی رو میکنم. دوباره دفعه بعد همین پروسه و دوباره دفعه بعد میگم برو و همین پروسه تکرار میشه تا اینقدر این کوچیک میشه که دیگه برای من باری نداره. مثل تجربه هایی که ما داریم باهاش زندگی میکنیم، تجربه های دردناکی بوده و موقعی که اولین بار میخواستیم بگیمش حتی نفسمون بالا نمیومد، نمیتونستیم در موردش حتی فکر کنیم یا حرف بزنیم. یا حتی شاید بعضی از شما هنوز یه عالمه چیزایی تو ذهنتون دارین، تجربه هایی دارین که دردناک شدیدن و نمیتونین در موردش حرف بزنین. حتی اونها، اون ترسای شما، اون رازهای شما که اون تو هستش و تا جایی که ما کنترلش نکنیم اونها ما رو کنترل میکنن. برای اینکه خودمون رو آزاد کنیم، یکی از اون زندان‌های درونیمون میشن. برای اینکه خودمون رو آزاد بکنیم، تمامیتمون رو زندگی میکنیم. یعنی در واقع اون چیزی رو که فکر میکنم، حرف میزنم در موردش، عمل میکنم بهش، این میشه تمامیت. مثالای دیگه میتونه مثالای اجتماعی باشه. من ممکنه حامی محیط زیست باشم، سیاست مدارم، حرف میزنن، چون دروغایی که تو دنیای سیاست مداری گفته میشه که انتها نداره متاسفانه. خب حرف میزنم وقتی که میخوام انتخابات باشه، به محض اینکه انتخابات رو پیروز شدم تموم میشه، فراموش میشه. در بیشتر موارد ما میبینیم که اینطوریه، در واقعا بیشتر موارد میبینیم که اینطوریه، تموم، یعنی در تمامیت نیستن. این اونجاییه که حداقل من برای خودم قرار هست در تمامیت باشم و هر جایی کسی در ارتباط با من در تمامیت نیست، موقعیتم رو نسبت به اون مشخص بکنم. من کجا هستم؟ من چجوری میتونم خودم با خودم در تمامیت باشم؟ یکی از چیزهایی که به ما کمک میکنه تا تمامیت خودمون رو زندگی کنیم، بحث دونستن و شناخت ارزش هامون توی زندگی هست. قبلا بهش اشاره کردم. اگر بدونیم که چی میخوان و چه ارزش‌هایی برای ما پایبندی داره توی زندگیمون، به ما کمک میکنه که بدونیم چجوری میخوایم بهش برسیم، از چه راهی میخوایم بهش برسیم و بر اون مبنا زندگی کنیم. بیایم برگردیم روی مثاله ساده تر، دوباره میریم اونجا. بیایم فکر کنید که شما میخواین خونه بخرید. میگه خیلی خوب، من میخوام که خونه بخرم. خب تا اینجا دوست دارم که خونه بخرم. خب تا اینجا، یعنی خواسته شما معلومه. بعد میگین که خب براش میخوام پس انداز کنم. بعد میبینین تمام پولی که به دست میارین و میرین مثلا تفریح میکنین، میرین سفر. خب هیچ وقت نمیتونین این رو به اون کامل خودش برسونین. حالا ممکنه بگین خونه میخوام بخرم، فکرشم میگین میخوام خونه بخرم، پولم پس انداز میکنی، ولی فکرتون اینه که هیچ وقت نمیشه، با این گرونی ها هرگز نمیتونم خونه بخرم. میدونم که بخشش میتونه حقیقت داشته باشه، ولی کلمه هرگز وقتی میاد یعنی یه خورده درست نیستش. حالا میذاریمش کنار، بحثی روی این نداریم و به خصوص در مورد یه اقتصاد بیمار ما صحبت نمیکنیم، ما داریم تو شرایط عادی صحبت میکنیم و من دارم مثال میزنم. پس اینجا باز فکره هماهنگ نیست، یعنی تو فکرم من فکر میکنم نمیشه، در کلام میگم میخوام، اولا هم پول جمع میکنم ولی نمیتونم هیچ وقت این کار بکنم. ممکنه ترس های دیگری داشته باشم پشتش که موجب بشه نتونم این کارو بکنم. خب این رو داشته باشین. یه مثال دیگه هم براتون بزنم. مثال دیگه اینه که توی فکرم من میخوام، فکر میکنم که خوب خونه بخرم، اینجا پولم جمع میکنم ولی هیچ وقت براش اقدام نمیکنم.
یعنی نمیرم مثلا دنبالش باشم یا به بقیه بگم بچه اگه خونه پیدا کردین به من بگین، یا حالا مدل اینجا برم به یه نفر که تخصصش این هست بگم، یا برم به یه آژانس املاک بگم توی ایران. این کارو نمیکنم، نمیرم دنبالش. یعنی در کلام هیچی نمیگم، فقط تو ذهنمه و چیزی که تو ذهن منه هیچ وقت میتونه عملی نشه. اونایی که میگن تو ذهنت باشه عملی میشه، ما بهش میگیم مثبت اندیشی سمی. ما برای اینکه چیزی رو عملی بکنیم لازم داریم که اقدام هم بکنیم. ولی اونجایی که فکر میکنیم، حرف میزنیم، عمل میکنیم. یعنی فکرمون هم تنظیم باهاش. بعضی میگن فقط فکرت کافیه، بعضی میگن فقط بگو کلمه قدرت داره، بعضی میگن فقط برو کار کن. نه، ستای اینا با هم دیگه یک مجموعه رو درست میکنه که ما بهش میگیم تمامیت، integrity. حالا من اگر که معلمم چیزی رو میگم خودم انجام ندم چی؟ شما شک میکنیم به من. اگه شما ببینید من یه آدمیم که دائم دارم داد میزنم، عصبانیم، نمیتونید به من اعتماد کنید. این خودشو نمیتونه مدیریت کنه. اگر که پس اینتگریتی این است، اون چیزی که من دارم میگم خودم، نه اینکه مشکل نداشته باشم. همینجا مثلا یه به نفع روانشناسا یه چیزی رو بگم. ببینید روانشناس انسانه، فقط بلده خودش و مسائلش رو مدیریت کنه و حتما هم باید تراپی بگیره که خودش هم کمک بگیره. حتما باید این کار بکنه برای سلامتش. پس اگه یه روانشناس میره پیش یه روانشناسی که برای تراپی، نمیتونیم بهش بگیم تو که خودت بلد، پس بلد نیستی میره پیش یکی دیگه. این جواب نیست. اتفاقا آفرین که قبول داری که تو هم به من یک انسان احتیاج داری. از طرف دیگه یه روانشناس هم میتونه اشتباهاتی داشته باشه، ولی یاد گرفته که به اشتباهاتش اذعان کنه، اکنالج کنه اونا رو. یه روانشناس باید دائم در یادگیری باشه. در غیر این صورت علم پیشرفت میکنه، این اینجا مونده، هنوز داره با مثلا ماشینای هندلی داره رانندگی میکنه، در حالی که الان ماشین کاملا اتومات هست که خودش رانندگی میکنه، شما میتونی کار کنی همزمان. ببینید تفاوتو. پس یه روانشناس هم باید بیاموزه. دوستان خواهشم ازتون اینه که نوشتهاتون رو توی اون باکس سوالات بنویسین، سوالاتونو، که من بتونم سریع به اونا جواب بدم. نمیرسیم همه رو بریم تا بالا، ببخشید دیر گفتم. پس یک روانشناس اجازه داره که خودش هم بعضی از این مسائل رو داشته باشه، تجربه بکنه، و مهمتر از همه عموماً کسانی میرن دنبال چنین کارهایی که خودش، یکی از ویژگی هاشون این هست که خودشون تجربه های این چنینی رو داشته باشن. حالا یه ویژگی های شخصیتی اینها رو دارن، بله کاملا، اما از اون طرف این نیستش که خودش یک آدم بی مشکل، بی درده، بدون هیچ. اتفاقا برعکس، ممکنه سوء استفاده شده، ممکنه توی رابطه بد بوده، ممکنه توی خانواده نامناسبی بزرگ شده، میتونه مورد سوء استفاده های مختلف قرار گرفته باشه، میتونه خشونت خانگی باشه. و معمولا اینها که هست، آدم ها میرن به طرف مشاور شدن برای اینکه به بقیه کمک کنن که زندگی آرومی رو داشته باشن. اگه فکر میکنی میره که این کار بکنی که مثلا درآمد بیشتری داشته باشه یا ساده تره، فکر نمیکنم که اینطوری باشه و فکر نمیکنم کسی یه همچین حرفه ای رو به این دلیل انتخاب بکنه. کارهای دیگه هست که میتونه همه اونها رو بیشتر بده. پس شما به روانشناستون هم به عنوان یک انسان نگاه کنید. وقتی که ما بهشون در واقع این نقاب رو میدیم که تو باید خیلی خوب باشی، همه چیزت پرفکت باشه، اون رو تشویق میکنیم که خودش رو پنهان کنه. درسته تو اتاق مشاوره قرار نیست خودش رو باز کنه، در مورد خودش صحبت بکنه، ابدا. اونجا جایی که شما میرین. اگر یه چیزی رو هم داره با شما شیر میکنه، چون بعضیا میگن نه اصلا نباید، ما اینو نداریم، ما میگیم اگر، حالا مدالیتی های مختلف هستش، روی هر دوی مختلف هستش، ولی چیزی که من بهش باور دارم این هستش که شما میتونید شیر بکنید زمانی که برای کلاینتته. اگه برای خودته نه.
یعنی اگه یکی میاد میگه که بابای من فوت کرده حالم بده، من اگه بگم که و نمیتونه دیگه حرف بزنه، من میگم که آره بابای منم که فوت کرد، من این حس رو داشتم و میفهمم. یا مثلا میتونم حس کنم الان تقریبا تو چه شرایطی هستی. این میتونه کمکش کنه که یکی که خودش هم این تجربه رو داره. من برای کلاینتم میگم، ولی اگه من بگم که آره میدونم پدر منم که فوت کرد اینجوری، و شروع کنم تجربه خودم رو بگم کامل، یعنی اون اومده اینجا من دارم درمان میشم، این اونجایی که سازنده نیست. در غیر این صورت برای کمک به کلاینت که بتونه چیزی رو بگه، ما میتونیم یه چیزایی رو خیلی کوتاه کوچیک شیر کنیم با هدف کلاینتمون، درمان جون یا درمان جون، نه برای خودمون. پس اینو میبندم. حتی تو ویدیوهای دیگه هم در موردش صحبت کردم که توی اتاق مشاوره چه چیزایی رو انتظار داشته باشیم. خوب است که بریم ببینید اون رو هم، اونا هم جالبه. خب پس اینجا همه صحبتم رو جمع کنم، به اینجا میرسه که در تمامیت باشیم. یعنی من روانشناسم قرار هست فکرم، حرفم، عملم یکی باشه. من معلمم قرار فکرم، حرفم، عملم یکی باشه. اگه من بگم که مهربونی کنید ولی خودم با چوب بزنم شاگردمو، اگه بگم راستی و درست گویی و راست گویی بعد بیایم بدترین شرایط رو ایجاد بکنم، میدونید اینا همه مسائلی هستش که مشکل ساز میشه، مسئله ساز میشه و من در تمامیتم نیستم. خب با توجه به این قضیه میخوام ازتون دعوت کنم امروز روی فضای تمامیت باشین، آمادگی اینو داشته باشین، چیزایی که اون زیر قایم کردین توی ناخودآگاهتون، اون آشغالایی که زدین زیر فرش الان بیاد بالا، چون قراره در تمامیت باشیم یه خونه تکونی قرار رو بکنیم، یه خونه تکونی ذهنی قرار رو بکنیم، و این میتونه همه اون چیزایی که اون زیر هست بیاد بیرون. از تجربهاتون برام بنویسید بعدن اگه دوست داشتین و اگر فکر میکنین که اوکی هست این زیر بنویسید. الان نه، بعدن که این تجربه رو داشتیم میتونین تا فردا زیر پست بنویسید، چون به نظر من میرسه که این میتونه خیلی برای شما راهگشا هم باشه. بریم سراغ سوالا ببینم سوالی داریم. بله سوالم زیاد داریم. پس امروز بنویسید، تنفساتون انجام بدین، مدیتیشنتون 20 دقیقه رو انجام بدین، توی کانتکست تمامیت باشین. روز نهم هستش، کانتکست های قبلی رو همچنان داریم. اگر چیزای اومد بالا توی دفترتون یادداشت کنین، اگر چیزای قدیمی هست، گله های قدیمی هست، توی فضای باز باشین. تا حالا الان دیدیم کنجکاوی، تحقیق، آگاهی، حضور در لحظه است، تواضع، پذیرش، راستی، همه اینها رو توجه بکنید بهش و مثبت دیدن همه اینها رو نگاه بکنید و با توجه به اونها تمامیتتون رو زندگی کنید. فکر می‌کنم این به رابطه‌هاتون هم خیلی کمک می‌کنه. با اجازهتون میرم سراغ سوالاتتون. من با اینکه کلی تلاش می‌کنم و درس می‌خونم، اما همیشه تو ذهنم فکر می‌کنم نمی‌تونم اون نتیجه عالی رو بگیرم. ببینید، بله ممکنه که این باشه و یکی از دلایلش می‌تونه این باشه که شما پرفکشنیست هستید. یعنی اینکه ایدئال‌گرا، کمال‌گرا هستید. میتونه علتش این باشه. اگر هدفهاتون رو کوتاه کنید، تیکه تیکش بکنید، میتونید اون وقت راحت تر بهش بپردازید. هدفاتون رو به هدفهای کوچیک، هدف بزرگ رو مثلا میگین که من میخوام مثلا این کتاب رو تموم کنم. خب اگر قصدتون اینه که این کتاب X رو تموم کنید، میتونید بگین که خیلی خب الان برای اینکه این کتاب 300 صفحه‌ای تمام بشه، 10 صفحه تفکیکش میکنم یا تقسیمش میکنم، یا مثلا 50 صفحه تفکیکش میکنم. اگر 50 صفحه اول یا 10 صفحه اول خوندین، به خودتون جایزه بدین، بگین رسیدم. پس این یه تیک خوبه که اونجاست. این تقویت میکنه اعتماد به نفستون و راه خوبی است براش که این کار بکنید. لطفا راجع به ژورنالینگ هم برامون توضیح بدین. ببینید توی جلسه اولمون کامل توضیح دادم، ولی اگر خلاصه بخوام بگم، چون میدونم شرایط دانلود کردن ویدیوها رو دارین، ضمناً اونایی که دوره 5 و 6 رو نگرفته بودن، امیدوارم که بالاخره تونسته باشن ببینن اونها رو. خواهش میکنم روزای 5 و 6 رو برای من بنویسید که گرفتین یا نه. اما ژورنالینگ این هستش که ما مینویسیم در مورد احساساتمون، افکارمون، رفتارمون، و خودمون رو اینطوری بیشتر مانیتور میکنیم، نگاه میکنیم. ضمن اینکه یه کار دیگه که ژورنالینگ انجام میده اینه که ذهنمون رو خالی میکنیم رو صفحه کاغذ
و دوباره میذاریم سر جاش. در واقع من اصطلاحاً میگم که سطل آشغال ذهنمون رو خالی می‌کنیم روی کاغذ. برای همین هست که این 10 روز هم قرار بود نخونیدش، فقط بنویسیدش که این تثبیت نشه، ولی بهتون کمک می‌کنه که راه خیلی خوبی رو پیدا بکنین و اصلا ژورنالینگ به عنوان یک راه درمان هم ازش استفاده میشه. لطفاً ویدیوی روز اول رو دوباره ببینید. آیا این تمامیت با همون بس که در جامعه اینجا برای اینتگریشن مهاجران مطرح است یکیه؟ من راستش نمیدونم که اینجا یعنی توی ایران چه چیزی یا توی امریکا چه چیزی به عنوان اینتگریشن مهاجران هستش، ولی میتونم حدس بزنم چیه، ولی ترجیح میدم که حدسم رو اینجا نیارم با توجه به زمانمونم. اما چیزی که میگم اینه که شما هر جایی چیزی رو که فکر میکنید حرف میزنید بهش عمل بکنید، این ستا که با هم در یک راستا باشه شما در تمامیت هستین. در نتیجه من مهاجر اگر پا میشم میام اینجا، اگر مثلا فکر میکنم که میخوام کاری رو اینجا شروع بکنم، در موردش میرم حرف میزنم و تحقیق میکنم و میرم عملیش میکنم، یک کاری رو شروع میکنم. اینجا در مورد کارم در انتگریتی هستم یا تمامیت هستم، ولی در مورد چیزهای دیگه ممکنه نباشم، ولی در این مورد هستم. وقتی در یک مورد هستم در بقیه موارد نیستم، در کل من آدمی هم که در تمامیت نیستم، ولی یه مورد رو در تمامیتم بودم. یعنی شما اینطوری نیستش که بگی من مطلقاً تمامیت ندارم تو زندگیم یا من مطلقاً در همه چیز تمامیت دارم. ما همیشه داریم یه کارهایی رو تموم میکنیم، داریم کامل میشیم باش. فقط یادمون باشه نکته مهم و ظریفی که یادمون نره ارزشای ماست. اگر مثلا یکی از ارزشای من این هستش که در راستی زندگی بکنم، پس دروغ گفتن، حتی اگه دروغ کوچیک گفتن، میتونه من از تمامیتم بکشه بیرون و خودمون مثل اون بادکنک ها میشه که دوباره برای من میشونه ضعف بیاره. ما میخواییم در تمامیت باشیم، ولی اعضای خانواده باعث میشن نظم تمامیت به هم بخوره. چه باید کرد؟ ببینید، میفهمم که شما چی میگین، ولی توصیه میکنم هدفاتون رو بازنگری بکنید. گاهی اوقات، دیروز در این مورد من خیلی صحبت کردم، گاهی اوقات رشد شما باعث میشه که اطرافیان شما خوشحال نباشن. ما اگر که حواسمون باشه این مسیر رشدمون رو به گونه‌ای شکل بدیم. یه روز من یک نفر اومد توی آفیس من و تهدیدم کرد و گفت که تو باعث شدی که دختر من، حالا دخترشون مثلا حدود 30 سالش بود، دختر من تا حالا حوله رو دستش میداخت پشت همون منتظر بود تا من بیام بیرون حوله به من بده، حالا میگه نه این مسئولیت توه و این کارو نمیکنه و ناراحت بود از این قضیه. ببینید، حالا این دختر خانم یادمه خیلی موفق چیز بودش و من اصلا یادم نیست که مثلا چه تغییری میتونه کرده باشه. به هر حال ما وقتی تو رشد شخصیمون کار میکنیم تغییراتی میکنیم، ولی یادمون باشه یه چیزایی برای بقیه قابل پذیرش نیستش و این طبیعیه کاملا. اما حواسمون هم باشه این احساس عشق و اطمینان رو به اونا بدیم. گاهی اوقات اونا فکر میکنن ما داریم ازشون جدا میشیم، برای همینه وحشت میکنن، تا شما یه جدید رو میبینن میترسن. یادمون باشه فردیت ما زمانی شکل میگیره، اندیویجوالیتیمون، فردیتمون زمانی شکل میگیره که ما این بند ناف عاطفیمون رو از اونهایی که بودن جدا کنیم. ولی آیا این بند ناف عاطفی یعنی که همه تونو بلکم رفتین تایی دریا، من خودم رفتم یه سمت دیگه؟ نه، خیلی از چیزهایی که دوست دارم رو با خودم میارم و مهمتر از همه این ارتباطه هست. اتفاقا عشق نابتر میشه، چون شما از جایگاه نیازتون نیست که میرین به مثلا پدرتون خدمت میکنید یا به مادرتون توجه میکنید یا به دوستتون برش کاری انجام میدید. منتها این متفاوت شدن شما برای اونا ترس و وحشت ایجاد میکنه. در واقع همه اینجا هستن، فکر کنید این انگشتان من، همه اینجا هستن، حالا شما از اینجا میخواین حرکت کنید بیاین این طرف. من دوباره از این استفاده میکنم، از اینجا شما میخواین حرکت کنید بیاین این طرف. این برای آدم راحت نیست. اما شما باید هدفاتون رو ندیده بگیرید؟ نه، هدفاتون رو میتونین تنظیم، چون من نمیدونم دقیقا چه هدفیه، نمیتونم بگم 100% درسته. فقط حواستون باشه اگه دارین با سرعت میرین یه هویی بپیچین، ماشین چپ میکنه. در نتیجه برای تغییر مسیرتون با آگاهی قدم به قدم جلو برین و این احساس عشق رو، اطمینان رو به اطرافیانتون بدین که شما
دوستشون دارین و شما یه بهتر رو هم اونا بیشتر دوست خواهند داشت. اون وقت فکر میکنم که راحت تر شما رو میبینن و میپذیرن. بریم سراغ بخش دیگه. سوال بعدی، گاهن به خاطر تحلیل حالتهای احتمالی منفی و از ترس اون شروع نمی کنیم. ممنون میشم راهنمایی کنیم. خیلی موافقم، بله کاملا درسته. ذهن ما ذهنیه که خیلی بیشتر میره طرف چیزای منفی و ریسکا رو میبینه. چند تا چیز که توی صحبتهای این 9 روزمونم بود صحبت کردیم، یکیش مشورت هست، تحقیق هست، کنجکاوی هست. حالا تحقیق و کنجکاوی رو ما در مورد این گفتیم که چیزایی که میشنویم بریم ببینیم که درست یا نه. اینم هم همینطور میتونیم بریم در موردش تحقیق کنیم. همه چیز دو رو داره، هم منفی هم مثبته. هیچ چیزی یک سطحی ما نداریم. همه چی دو سطحیه، دو وجهیه. البته وجوه بیشتر داره، ولی من دارم حداقل دو وجه مثبت و منفیش رو میگم. در نتیجه ما انتخاب میکنیم که نگاهمون رو کدوم طرف بندازیم. اگر تجربه های ما با شکست بوده باشه و من هنوز رو اونا کار نکرده باشم و درسم ازش نگرفته باشم، تمایل بیشتر دارم که نورم رو بندازم روی اون قسمتی که منفیه. در نتیجه میتونید تمرینش کنید و بیارینش رو چیزای مثبت در موردش بنویسید. جدولی رو بهتون دادم، سلف کوچینگ، که پی دی افش هم توی پیج هست، اونو بردارین. اون خیلی بهتون کمک میکنه، چون بهتون ازتون میپرسه چه فکر و احساسی بهتون کمک کرد، چه فکر و احساسی میتونه کمک بکنه، چه فکر و احساسی مانعتون شد. همه اینها هستش و میتونید اونجا در روش کار کنید و ازش استفاده بکنید. مطمئنم بهتون کمک میکنه. ضمناً کوچیک کردن هدفاتون هم میتونه ترساتون رو بریزه. وقتی شما یه هدف کوچیک رو انجام دادین، شما ممکنه مثلا بخواید برین یه غذای درست کنین که خیلی سخته. وقتی یه قدمش رو انجام دادین، مثلا میخواین آش رشته درست کنین، بعد میگه وای خیلی سخته، بعد میایین نخود لوبیاشو میپزین، میگه خب این اوکی شد دیگه، حالا آب و سبزیشو میچشین، خب اینو با این قاطی کنم میشه آش دیگه. بعدش میبینی قدم ساده تر میشه. قدم به قدمش کنین، کوچیک کنین و میشونه کمکتون کنه. من دارم فکر میکنم که هر کی شما که دارین منو میشنوین، احتمال فکر کنین چقدر شکمو هلاله، همین مثالاش غذاییه و واقعا غذای چیز خوبیه. اگه دچار گفتگوی شایی ذهنی با دیگران هستیم، چگونه میشه این تمرین رو انجام داد؟ یکی از کانتکست‌های ما شفافیت بود. شفافیت یعنی احساسات و افکارتون رو با دیگران در میون بذارید، با اطرافیانتون در میون بذارید، منتها تو فضای پذیرش از تمام این کانتکست‌ها استفاده کنید. و یادتون باشه وقتی دارین شفاف میشید، اول خودتون با خودتون شفاف. شما قرار نیست استفراغ روانی کنید روی آدم. بعضی میان به اسم شفافیت رو شما استفراغ میکنه. این کارو نکنید. فشارهای روانیتون رو قرار نیست رو اون آدم. شما مسئول خودتون هستی. اما میتونین بریم باهاشون صحبت بکنید و شفاف بشین. این بهتون کمک میکنه. خب خیلی هم ممنون ازتون. مرسی که هستید. خوشحالم که امروز هم تونستم به تعهدم عمل کنم و با امید این که خیلی زود همدیگر رو ببینیم و اون آشرشتهی که الان نوشتین رو دوره هم بخوریم. با امید دیدارتون. امروز روز تمامیت هست. توجه بیشتر به خودتون داشته باشید. حتما دفترتون رو همراهتون داشته باشید، بنویسید، چون خیلی چیزا میتونه بیاد بالا. همونطوری که گفتم میتونه از اون زیر نوشین سوال من لطفا، ولی من سوالتون رو نمیام، سوالتون رو اونجا باید بذارین. آها 6 تا شد، 8 تا شد، سوالای جدید گذاشتین. اوکی سوال خوب خیلی زیادتر شد. اوکی بذارین من الان سریع این سوالا رو جواب میدم. خواهش من این هست ازتون که به اونایی که از زیر فرش داره میاد بیرون توجه بکنین. با این همه تقلب و لو رفتن سوالات تو کنکور، این فکرها میاد بالا که عدالتی نیست. همینطوره، کاملا حق دارید و خیلی وقته که این عدالت نیست. خیلی وقته که خیلی از آدما رو حتی اجازه نمیدن تو کنکور شرکت بکنن. خیلی وقته آدما رو یه واحد درسیشون مونده اخراجشون کردن. پزشکیش تموم شده بود، فقط یه واحد درسیش مونده بود اخراجش کردن. خیلی وقتا بوده که آدما رو ستاره دار کردن. خیلی وقتا بوده که آدما نتونستن با اینکه توانایی بالا دارن نتونستن شرکت بکنن توی دانشگاه. خیلی وقته که این بی‌عدالتی ها هست، ولی مطمئنم که خیلی زود تموم میشه. یه جمله هست، نمیگم از کیه، برای مال من نیست، از کسی هستش، نمیگم از کیه، برای اینکه کل ایدئولوژیش رو اصلا دوست ندارم و قبول ندارم، ولی جمله این هست، میگه فواره هیچ وقت بالا نمیمونه، همیشه برمیگرده.
این جملهش رو من خیلی دوست دارم و نوجوان بودم که کتابش رو خوندم و این از اون موقع یادمون. فواره هیچ وقت خون بالا نمیمونه، همیشه رو به پایین هم میاد. در نتیجه امیدوارم که خیلی زود امیدیس عزیز شما هم تجربه کنید عدالت رو و خودتون بتونید بانی و شروع کننده عدالت باشین و از خودتون شروع کنید. شما نسبت به خودتون عدالت داشته باشین، نسبت به اطرافیانتون داشته باشین، نسبت به جهان هستی داشته باشین و از خودتون شروع کنید. همه ما اگه از خودمون شروع کنیم میتونیم یه جامعه ای رو داشته باشیم که عدالت پروره، نه اینکه بخواد فقط از سر خودش باز کنه. ما مسئولیم، برای همینه که ما نمیتونیم خیلی کارا رو بکنیم. ما مسئولیم برای هر لحظه‌مون، هر فکرمون. همین الان هم مورد تمامیت صحبت کردیم، من مسئولیت فکرم هم هستم، قرار بهش توجه کنم، قرار نیست دوچار وسواس بشم، قرار بهش توجه بکنم. من با اینکه کلی تلاش میکنم درس میخونم، اما همیشه تو ذهنم خب اینو که جواب دادم، راجع به ژورنالینگ هم گفتم، چطور میتونم همه هفت روزو داشته باشم، هم توی پیج ما هستش، هم توی پیج مؤسسه رسانه پارسی هستش، میتونید داشته باشین. اگر که دسترسی به اینترنت براتون سخته، میتونید از چند روز دیگه روی پادکست با همینها رو بشنوید. ما الان نمیذاریم تا چند جا نشه، سوالا پخش نشه، بعدن اونجا هم میذاریم. یه نکته دیگه هم اینه که پنجتای اول نوشته شده است روش، از پنجتای دوم خوشبختانه ما کاور شبیه داریم که روش شماره ها زده شده. متاسفانه نمیشه کاورهای قبلی رو تغییر داد، ولی به هر حال از این به بعد رو دارین، میتونین اونا رو، ولی روش نوشته شده روز چندم هست، همه رو دارین. من واسه شروع هدفم خیلی اهمال کارم. میتونید ترس از شروع کردن داشته باشید که باز یکی از اون ترس هاست که امروز صحبت کردیم که چیکارش کنید. هدفتون رو کوچیک کنید. میتونید مثلا اگه میخوای بری، هدفت اینه که بری دانشگاه ثبت نام کنی، هدفت اینه که بری یه شرکت بزنی، اولین کار اینه که بری اطلاعات رو بگیری بخونی. اگر این کارو کردی، دومین کار اینه که بری با یه نفر صحبت کنی که تجربه‌اش رو داره. سومین کار اینه که بری با یکی یه قراردادی ببندی، مثلا ثبت شرکت برات انجام بده. یعنی مرحله به مرحله تقسیمش کنی، میتونی بهش برسی. و زمان گذاشتن. توی ویدیوهایی که در مورد هدف گذاری هست، من توضیح کامل دادم. دو تا ویدیو هست در مورد هدف گذاری و برای مقاومت هامون. اینها کلاسایی بود که من داشتم، ولی این رو به خاطر شرایط ایران توی وبینار گفتم و روی پادکست میذاریم. خواهش میکنم که اونها رو حتما بشنوید. وقتی گذاشتیم اعلانش میکنیم. ولی لطفاً پادکست رو اگر دنبال بکنید و به قول این دوستان زنگولش رو بزنید، فکر میکنم زنگوله داره، خودم نمیدونم، وقتی که چیزی میاد براتون آپدیت میشه که آپلود کردن و میایم میبینید. تایم من داره از یک ساعت میگذره، من سریعتر باید برم که به دانشگاه خودم هم برسم. چه رابطه‌ای بین ضمیر ناخودآگاه و ترس هست؟ کمی توضیح بدین. ناخودآگاه ما یکی از چیزایی که تو خودش نگه می‌داره ترسای ماست، شرم ماست، تجربه‌های ناخوشایند ماست، فکرای منفی ماست، سرزنش‌هایی که خودمون رو کردیم و تمام چیزایی هست که هست. بخشی از اون که از ناخودآگاه خودم میاد اینه. در اینجا ترس بخشی از ناخودآگاه من هست که اونجا قایمش می‌کنم. سوال این است که تو شروع هر کاری سردرگم، هم نمیدونم از کجا شروع کنم. اون فرم توقف رو که بهتون دادم انجام بدین. باید پی دی افش توی پیج باشه، به هر حال گذاشتن بچه ها، اون رو انجام بدین. توی یکی از روزهای گذشته در موردش توضیح دادم، اون بهتون کمک میکنه. من با اینکه 25 سالمه ولی همش میترسم اون آدمی که میخوام باش خانواده تشکیل بدم رو پیدا نکنم و از سن بچه دار شدنم بگذره. خب خوشحالم که خودت متوجه هستی که 25 سالته و 25 سالی که واقعا این سن نیستش که بخوای نگران باشی، اما میفهممت، نگرانی تو متوجه میشم، به خاطر اینکه ساختار خانواده متاسفانه یا خوشبختانه یا هر چیزی که از تغییر کرده و در حال تغییره. کلمم رو باید حذف کنم، هیچ کدومش به هر حال در حال تغییره، مثل همه چیزایی که تغییر میکنه در حال تغییره. آها، دیروز گفتم که این نیست بگذرت رو بگیم و امروز این نیست بگذرت رو خودم گذاشتم که برای خودم یادآوری هم بشه. این مراحل در حال گذر هستش و ما قرار هستش که با این تغییرات
گذرا اینجوری روون باشیم تا بتونیم درک بهتر پیدا کنیم. در جای مناسبی که میخواین باشین باشین و قبل از هر چیزی مشخص بکنین چه کسی رو میخواین. اگر یار ایدئالتون رو تو ذهنتون داشته باشین راحت‌تر میتونین وقتی میبینیدش تشخیصش بدین یا جایی برین که میتونید تشخیصش بدین. خب اگر به من اجازه میدین تموم شد. من دیگه سوالای جدیدتری نیست، ولی دیگه اجازه میخوام ازتون که به سوالی که بعداً نوشتین نیام. سوالاتتون رو زیر پستا بنویسید، با کمال میل جواب میدم. عاشقتونم. مرسی از بودنتون، مرسی از حضورتون و خیلی زود میبینمتون. و اینجا آخرین سوال رو که به خاطر بچه دار شماره تمسخر اطرافیان قرار بگن، هیچ کسی حق نداره شما رو مسخره کنه. خودت با خودت صاف بشو. نگرانی های خودته که به شکل تمسخر دیگران داره میاد، اهمیت نده به اونها. عاشقتونم. لطفا زیر پست بنویسید، جوابتون رو بیشتر میدم. مرسی از اینکه با اینکه خیلی این زمان عجیب غریبی بود باز همه اومدین و فردا ساعت 9 میبینمتون. عاشقتونم.